سلام. خوش اومدی کریم. ببین فاطمه گل اومده. فاطمه گل چی کار کردین؟ همه چی رو به راهه؟ تقریبا. خوش اومدی. ممنون. اونجوری نگاه نکن، امروز کلی کار کردی، خیلی قشنگ شده. بازم که میز شلوغه. بذار الان جمع میکنم. وایسا وایسا، دستامو میشورم میام کمکت. میام کمک. رنگش دو روزه تموم میشه. ببینی، فقط باید رو پاسیو بیشتر کار کنم. اما خیلی خوشگل میشه وقتی تموم شد ببینش. آراسی فردا باید بریم برای همون کاشی بخریم. باش. تو گریه کردی؟ نه. راستشو بگو. نه به خدا. خونه رو چه رنگی کنی؟ هر رنگی که تو بخوای. پس آبی و سفید باشه. منم همینو تو ذهنم داشتم. برو دستاتو بشور تا سرد نشده بخور. باشه. سه تا سیب زمینی دیگه بزرگ باشه. 5 دقیقه دیگه حاضره. خیلی خوب، عجله کن، باز بهمون یه چی میگن. مگه من دارم سرخشون میکنم؟ دستگاه دیگه، هنوز 5 دقیقه مونده. تو سالاس پلیس. اوکی، کامین اپ. Did I ever tell you your eyes are so beautiful? Yes, 10 times a day. When will you be working till? None of your business. Oops. Are you two going out? Of course, we are not going out. So, may I take you out tonight? If you like, I take you to somewhere else. Get out of your own job, man. Hey, man. Calm down, okay? Calm down. آره، بزن به چه. مام شبرا. تو چت شده؟ نمیبینی مگه داره باد لاس میزنه؟ حتما خوشت میاد. به تو چه؟ خیلی خب بابا، هر کاری میخوای بکن. انگار من بلد نیستم بگم نه. همش میخوای دعوا رو بندازی. خیلی خب بابا، بی خیال شو. 3 روز حس میکنم شیشه روغنم. کاش تو خوشویی میموندی. واسه اینکه بتونیم بریم آمریکا باید 10,000 تا پیرن اتو میکردی. اونم با سرعت شما؟ من که با تو حرف نمیزنم بابا. منم با تو نیستم، با سلیم حرف میزنم. من چشمم آب نمیخوره با این پاسپورت ها بتونیم بریم آمریکا. گیر میفتیم، بریم یه جای دیگه. یه بارم که شده آیه یه یس نخونم. چرا دنبال درد سر بگردیم آخه؟ بی سر صدا هم اینجا بمونیم دیگه. من نمیتونم تا آخر عمرم اینجا سیب زمینی سرخ کنم. شما میخواییم بمونین، من که میرم. زیاد حرف نزن، من همین که کشتی ردیف کنم برمیگردم. یعنی 20 روز شایدم یه ما با اتون هستم، بعدشم دیگه نیستم، مستقیم برمیگردم خونه. Did you get the freezer clean up? چی میگه؟ یادم رفت. It's nearly finished. Hurry up. Keep your hands working rather than your mouth. گم شو بابا. Excuse me? I said yes sir in Turkish. مرده شورت ببر. حال کن. از یه ساختمون که اون اطراف استفاده کردن. از کارگرای اونجا بازجویی شده اما چیزی معلوم نشده. حتما پای یکی دیگه وسطه. از یه دختره حرف میزنن که باباش به جرم قاچاق تو زندانه. جدی؟ پلیس چیز زیادی نمیگه. نمیخوان بازجویی رو لو بدن، اما من با همه ماهیگیرایی که بازجویی شدن حرف زدم.
بعضیشون هوای دختره رو دارن، دوستش دارن، میگن همچین کسی نمیشناسن، اما بعضیشون هم اسمشو دادن به پلیس. نمیدونم دیگه. بازم پرسجو میکنیم. دخترم از اون روز آفتابی نشده. احتمالش هست که قبل از اومدن پلیس با اونا بوده، با هم فرار کردن. اگه هویت دختر معلوم شه منم از اینجا پیگیر میشم. منم میخوام بدونم باباش کیه و الان تو کدوم زندانه. اگه ببینمش خوب میشه. یه چیزایی گیرمون میاد. آره، من بهتون خبر میدم. باشه، باز زنگ میزنم بهتون. خدا به سلامت آقا فخردین، خسته نباشین. خوشت اومد؟ خوشم نیمد. رنگ کردن که مثل دلمه پیچوندن نیست عزیزم. نه بابا. ببین قلم رو اینجوری میگیری، بالا پایین. آها، وقتی تو بهم کمک میکردی من مظهرت نمیکردم. تو هم دستم رو نگرفتی. باید اینجوری بگیریش. خیلی خوب، دیگه یاد گرفتم. بذار اینجا رو که خراب کردی درست کنم برد. اصلا میخوای خودت تنهایی کار کن، من خودم کار دارم. وایسا. من اومدم. سلام مقدس، خوش اومدی، خوش اومدی. بی خبر اومدم، مزاحم که نشدم. نه جانم، خوش اومدی زنده داشت. سلام دخترم، خوش اومدی. اومدی کمکمون کنی؟ آره، خونه عمه جونت ببینی. ایلیش اومدی خونه عمه جون رو ببینی؟ آره، اومده خونه عمه جونش رو ببینه. نگاه کن، نگاه کن، ببین چه جوری داره عمه جا رو نگاه میکنه. از خونه عمه جونت خوشت اومده دخترم؟ ای تو رو خدا، از چیش خوشش بیاد؟ هنوز کلی مونده تا اینجا خونه بشه. هنوز که تموم نشده مقدس، تموم نشده. کریم همه جا رو خوشگل میکنه. ببین پاسیا رو، اول چی بوده حالا چی شده. آره، فقط پاسیوش کم بود. چرا اینجوری میگی زنده داشت؟ مگه قشنگ نیست؟ اینجا یه میز میذاریم و هر وقت هوا خوب باشه میایم بیرون میشینیم. آره، زیر این درخت ها محشر میشه. اونجا هم یه کلبه درست میکنه. کریم واسه پرنده ها لونه هم درست میکنه. آره دیگه، خود خونه که به درد بخور نیست والا، لاغت باغچش خوب باشه. اینجوری نگو مقدس، نگو، نزن تو ذوقشون. نه داداش، من این خونه رو خیلی دوست دارم. تموم که بشه زنده داشتم خوشش میاد. فقط به فکر خودتون این دیگه. حالا میخواین واسه پرنده هاتونم لونه درست کنی. تو رو خدا زنده داشت، اون میخواست براتون قصر بخره، اون وقت شما از این آلونک خوشتون اومده. والا فقط واسه اینی که ما پیشتون نمونی. میدونم که ای مقدس. چیه مقدس؟ مقدس دارم شوخی میکنم واسه به تو؟ چه هرچند همیشه پشت هر شوخی یه واقعیتی هست. زنده داشت ناراحت هم میکنی یا اینجا هم با هم میمونی؟ اون اتاق واسه شما آماده میکنیم، از اونجا هم یه در میذاریم واسه بچه ها اتاق درست میکنیم. ای خدا، من حق انتخابم ندارم والا دیگه. من که مجبورم به هرچی که تو میگی راضی بشم. نگران نباش بابا جون، حتی اگه التماس هم کنید نمیام اینجا. تو از اینجا خوشت اومده خوب به سلامتی، اما من تو همچین جایی نمیمونم. بعدشم دورو برای غذاخوری یه خونه است که میخوام برم ببینمش. پولشم دارم، یعنی پول پیششو میدم، یکم هم تخفیف میگیرم واسه بعدشم. خدا کریمه. خدانی، منم مثل تو هیچ وقت واسه خودم خونه نداشتم، میدونی که. یعنی منم مثل تو مجبور شدیم با هم زندگی کنیم. نه تازه عروس بودنم معلوم شد، نه ازدواج کردنم. بعدشم دوتا بچه بزرگ کردم. وقتی عروس شدم تو 12 سالت بود مگه نه؟ منم دلم میخواد در خونه خودم رو باز کنم، یعنی واسه خودم خونه داشته باشم. حق داری. معلومه که حق دارم، به خاطر تو زندگی خودمون یادمون رفته. بعد از این هر کی به راه خودش، همه برن سر خونه زندگی خودشون.
کجا داری میری؟ مریم جون تو غذاخوری دست تنهاست. آره اون غذاخوری هم انداختی سر اون. برو برو. کریم من میرم. چه زود میری؟ تو مغازه کلی کار داری. باشه یادت باشه فردا میریم خرید. همه روزو با همی ما. خیلی خوب. به سلامت. مواظب باش راه می دست بچه‌مون زیرش. دروغ نگو دروغ نگو من مواظبم. زود باش بریم. اینجا دیگه دارم خفه میشم. دلم گرفت. بریم. خسته نباشی. ممنون عزیزم ممنون. کریم بقیه روزنامه ها کثیف شدن کثیف شدن. این روزنامه ها مال امروزه. خوندیش؟ خوندیش؟ نه وقت ندارم. میتونی استفاده شون کنی. نه باشه. این چی کار میکنه اینجا؟ کی؟ این دیگه. بده ببینم. بازم فیلم در آورده. همه یه بازی هایی که با همون شده رو یکی یکی خرابش میکنم. دروغوی کثیف. والا خونم رو داره کثیف میکنه. کثیف میکنه. بی خیال ولش کنده داشت. بذار اون پسرها دستگیر بشن اون وقت میفهمی بازی یعنی چی. میفهمی یعنی چی. الان خوب شد ناکس. بدش من داداش. این گروه خواهان زیادی داره. برای همین کنار زدن رقبا کار سختی بود. به نظر من زمان بندیمون حرف نداشت. این قضیه تزریق پول همه یه بدهیاتون رو صاف میکنه و به تموم شدن پروژه های نیمه کار کمک میکنه. تا جایی هم که ممکنه این توافق رو لو نمیدیم تا اینکه قرارداد رسمی امضا بشه. خب بعدش هم به همه میگیم که یاشارانا همه چی رو از نو شروع کردن. باید دستمزد واسطه ها رو بدیم. فکر کنم این حق رو داشته باشم که وارد این موضوع بشم. درست نمیگم؟ البته غیر از اینم نیست لاله خانم. ایشالا که با هم همکاری میکنیم. اما یه بندایی هست که من ازشون سر در نمیارم. خیلی خوب ترتیب تزریق پول داده میشه ولی فضایی برای حرکت بهمون نمیده. اون تصویر درخشانی که میگید اون من نمیبینم. این شرط ها چیه؟ رسماً مثل کاپیتولاسیون میمونه؟ نه اصلا اینا تصمیمات اساسیه. نه 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 خانم محترم اینا رسماً یه جور تحمیله. یعنی نمیفهمم منیر چطوری همچین چیزی رو امضا کرده. روش خیلی کار کردیم. قبول دارم که هنوز یکم ایراد داره اما دیگه ثبت شدن. اگه اینجوری ثبت شدن نمیشه. برای من قابل قبول نیست. نمیشه. چطور نمیشه آقا رشاد؟ اون همه مذاکره کردیم قول دادیم. اما من از هیچ کدوم خبر نداشتم. خب نشد خبر بدیم. میدونیم که آقا منیرم نمیتونه سر وقت که بخواد شما رو ببینه. از یه طرفم خب کارا باید پیش میرفت دیگه. لطفاً آقا رشاد حالا که من اینقدر دارم تلاش میکنم بهتون کمک کنم لطفاً به من نگین این کار شدنی نیست. این امضا مال کیه؟ من هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم. همش امضای وکلای شرکتایی که پول دادن. آقا منیرم به جای شما امضا کردن. معلومه منیر امضا میکنه. نه دردسر براش داره نه چیزی از دست میده. آخر سرم سهمشو میگیره. این وسط من تو ریسک میافتم. اگه کارو خوب پیش نره طبق این قرارداد کار من دیگه تمومه. به آخر خط میرسم. شروع کردین؟ ببخشید دیر کردم. وقتی نبودم چی کار میکردی ها؟ میخواستی برام چا بکنی؟ چی داری میگی آقا رشاد؟ میگم اینا رو قبول نمیکنم. معذرت میخوام آقا رشاد اما واقعا نمیدونم چرا اینجوری دارین برخورد میکنین.
داری ناراحتم میکنی. نمیدونم بین شما چه مشکلی وجود داره، اما من فقط به خاطر کار میخواستم با هاتون همکاری کنم. موندم چطور تا الان به من اعتماد داشتی؟ یهو چی شد؟ من منظورم شما نیستی آقا رشاد. همه ی ارتباطا رو من برقرار کردم و همه ی نفوذم رو به کار گرفتم تا شرکتتون رو نجات بدم. اگه دیگه به من احتیاجی ندارین، روکو پوسکنده به هم بگی. من همچی چیزی نگفتم. منم میدونم بعضی جاهاش ریسک داره، ولی میدونین که مجبور بودیم. اگه بخواین همین الانم میتونین انصراف بدین، مشکلی نیست. همین لحظه شروط قضایی خارجی را من حل میکنم، چون مخاطبشون منم و نمیخوام شرمندشون بشم. اونا فقط به خاطر اینکه منم تو این کار هستم دارن کلی سرمایه میذارن. شما چون ذهنتون مشغوله آینده رو نمیبینید، همه چیو دارین خودتون به عقب هل میدین. بعدش هم از این حرفا منظور خاصی داری. اینا را من نمیتونم قبول کنم. ببینین چیزی که من بهش اعتراض دارم اینه که این قضیه رو با من در میون نذاشتین. یعنی رضایت من و حتی نظر منم مهم نبوده. به خاطر اتفاقایی که برای شما افتاد نتونستیم باهاتون در ارتباط باشیم. وقتی که از بازداشت درتون می آوردن و همه چیو ماسمالی می کردم، هم چیزی بهتون نگفتم. اگه اونا مشکلی نیست، پس چرا نسبت به این موضوع اینجوری برخورد می کنین؟ من واقعا اینا رو نمی فهمم. بگیر عزیز. ماشالله دل تو دلم نیست چی کار کنم. چقدر خوب. نمیتونم بهت بگم چه احساسی دارم. هیچی نگو عزیزم، خوب میفهمم. اگه بدونی وقتی اینجوری میبینم چقدر خوشحال میشم. وتره که چشم حسود. ایشالله که همیشه خوش باشی عزیزم. مریم جون. جونم، راستش امروز یه چیزی شد که دلم گرفت. چی شد؟ مصطفی نامه فرستاده. چی؟ خب چی گفتی؟ یعنی چی نوشته؟ نمیدونم، اصلا نخوندمش، انداختمش دور. خوب کردی. به کریمم نگفتم که دلش نگیره. البته که دلش میگیره، عصبی میشه. خب یعنی چی رو میخواست توضیح بده؟ با چه رویی؟ اصلا برا مهم نیست. درستشم همینه. اصلا حرفی هم برای گفتن داره؟ جزاشو کشید و رفت به کارش. ایشالله اون یکی هم جزاشون رو میبینم. آمین. اما اخ نکن دیگه، یکم قبل چقدر قشنگ میخندیدی. بازم بخند اینجوری؟ ای شیطان. آره اینجوری بخند عزیز دلم. خیلی اذیت شدی میدونم، اما دیگه کم مونده. مواظب باشین اذیت نشه. نگران نباشین لاله خانم. آقا سزگین، ماساژ امروزتون رو لاله خانم انجام میده. خیلی خوب. ممنونم خانم، لطف کردین. دیگه منو با شوهرم تنها بذارین لطفا. میدونم که بهت کم میرسم، اما دیگه چیزی واقعا به آخرش نمونده. خیلی زود انتقاممونو میگیرم، دیگه به آخرش نزدیکی. دادگاه خارج از استانبول برگزار میشه بدون خبرنگارا و بی سر و صدا. وکالت هر دوتون با منه. تو همون یه جلسه طلاق میگیری. خواهرم هم همچنان سهامدار شرکت باقی میمونه. اون سهامو نمیخوام.
هرچی هم که بعد از ازدواج به دست آوردیم و نمیخوام. مگه ممکنه؟ اگه کمکتو نبود اون شرکت کوچیک به شرکت بزرگ تبدیل نمیشد. معذرت میخوام آقا رشاد، هر دوتون موکلم هستین، اما تو این مورد مجبورم بدون در نظر گرفتن وکیل بودنم حرف بزنه. نه به شرکت نه این خونه چشم ندارم. از نظر مالی تنها چیزی که میخوام زمینای یکی از پدرم مونده. خواهش میکنم منیر، تا روز دادگاه تو این خونه میمونم، بعدشم یه چند ماهی میرم اروپا، به استراحت نیاز دارم. وقتی برگشتم تصمیم میگیرم. خود دانی. با این وضع منم باید از این خونه برم. بله، اما تو این خونه شوهرم سهم داره. منکرش نیستم، هرچی از خونه و سهام شرکت حقته بهت پرداخت میشه. برای خودم چیزی نمیخوام، اما نمیخوام حق اردوان پایمال بشه. چطوری میتونی هنوزم از اونو حقش پیش من دفاع کنی؟ اگه امروز این حرفا رو میزنیم باعثش اونه. دیگه نه اون نه سلیم هیچ حق و حقوقی ندارن، دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. فراموششون کن دیگه، فراموش کن. تو ابد که فراری نشده، بالاخره یه روز برمیگرده. شاید یه روزی به خاطر دادگاهی چیزی برگرده. اگه اردوان برگرده و ازت حساب پس بگیره، چی میخوای بهش جواب بدی؟ خیلی ساده سیلمیه، میگم با بلاهایی که سرمون آوردی تسویه کردیم. اگه برگرده. برمیگرده، هر دوشون برمیگرده. دستگیر میشن و میارنشون اینجا توی دادگاه فاطمه گلم حاضر میشم. تو چیزی میدونی؟ فقط یه چیزو میدونم، دنیا دار مکافات، هیچ گناه و هیچ بدی بدون جواب نمیمونه. اونا به جزای کارشون میرسن. عافیت باشه کریم، عافیت باشه. ممنون، واسه تو هم عافیت باشه. ممنونم، ممنونم. چه جوری همون کردی رامی؟ رنگای رو گردنم نرفته. فردا با چتر رنگ میزنم، با چتر. مسخرم میکنه. من که نفهمیدم چه جوری رنگ کردی آخه. منم نفهمیدم. حتما وقتی سقف رنگ میزدم اینجوری شده. فاطمه گل یه لحظه میای؟ چی شده؟ ببین چی میخوام نشونت بدم. چی میخوای نشونش بدی؟ فردا که میریم خرید میخوام چند مدل مبل نشونت بدم. کو ببینم. ببین. عافیت باشه. عطر تو هم خیلی خوشبوه. مال من وانیل و کرم کیک و این است. میزو که بچینم میرم هم. عطر تو همیشه خوشبوه. ببین مثلا من از اینا خوشم اومد، خیلی جالبه. واقعا خوشت اومد؟ تموم شد؟ آره تموم شد. من همیشه همچین چیزی میخواستم، کم باشه اما خونه رو پر کنه. ای به والا، چقدر ناز میکنه. فاطمه گل فردا واسه خرید هیچ کس با همون نیاد، باشه؟ باشه. بعد خریدم یکم میگردیم. خوبه؟ مراد جون، توپو به دیوار نزن. مزاحم عمو کادیر نشو. تو این خونه همه کار دارن، همه با یه چیزی مشغولن. کاش خواهرم زود بزرگ بشه. هیچکی با من بازی نمی کنه. بیا من باهات بازی میکنم. بازی کنی؟ بیا جونم بیا. اینا بذار بکشم کنار. فوتبال بازی کنیم. خب اینم دروازه. شوت بزن ببینم. خیلی خب بگی. به منم پاس میدی؟ عمو امره بیا اینجا ببینم. امره کری،
پا چی شده؟ جون صدا میکنه؟ آره انگار. کریم بیا پایین، امره اومده. امره آه امره. کریم گفته بود حالت خوبه، بار آخر تو فوریه نامه داده بودی. تازه شده یه ماهی میشه. خدا بد نده عزیزم. ممنون مریم خانم، چیز خاصی نیست، یه زخم کوچیکه. خوب میشه. امره چی شده؟ هیچی. ایبا چی شده؟ زخمی شدی؟ زخمی؟ آره تو درگیری شد. داداش خدا بد نده. ممنون. خوش اومدی، خدا بد نده. ممنون عروس خانم. خوش اومدی. ممنون. امره جان خوش اومدی. سلام آقا کادی. اوجو اینجوری شدی؟ چه جوری اصلا خبردار نشدی؟ تو درگیری زخمی شدم، برای معالجه اومدم استانبول، یه مدت اینجا میمونم. بیاین تو راحت حرف بزنی. بیا تو. بیا داداش. بیا. اینجا دیگه زمان و مکان معنی نداره، همه چی مفهومشو از دست میده. کلان جنگیدن یه چیز بی‌معنیه. جنگ معنی نداره، کشتن آدم ها. تو چله زمستون وسط برفا، جایی که به جز صدای باد هیچ صدایی نیست، ذهن آدم ها یه چیزایی پر میکنه که تو زندگی روزمره اصلا بهشون اهمیت نمیدی، ولی اونجا همه چی مهمه. واقعا شرایط طاقت فرسایی بود، تحمل کردنش خیلی سخته. دلم برای دوستام تنگ شده، آروم قرار ندارم، همش به فکر اونا. من اینجا دارم غذا میخورم و اونا دارن کشیک میدن. میخوام زود خوب بشم و برگردم پیششون. همین جایی که هستی بمون، تو وظیفتو انجام دادی، حواست به خوب شدنت باشه. مگه میشه؟ امره بزرگ شده، مگه نه؟ برای خودش مردی شده و برگشته. آره مگه میشه آدم تو همچین جایی بزرگ نشه؟ آره. نوش جونت. دستتون چی شده؟ نگفتی چی کار کردی ها؟ میخوای باز بگی من کردم؟ یه هفته میشه که جراحی کردم، یکی از استخونام بد شکل شده بود، از اینجا یکی برداشتن و به اینجا پیوند زدن. واقعا؟ خیلی مراقبت کردم ولی الان کاملا خوبم. خدا بد نده آقا کادیر. متشکرم پسرم. مامانم گفت تو هم زخمی شدی. آره نپرس، داستانش طولانی. مگه نخوندی؟ روزنامه ها علمش کردن. نه اونجا نمیشه روزنامه خوند، بعضن حتی پرنده هم پر نمیزنه. یارو رم گرفتن چیزو. مصطفی اون یکی هم به زودی میگیرن ایشالله. ایشالله. امره بابای کریم آقا فخرالدینم از استرالیا اومده، تو اونو دیدی؟ نه ندیدم، اما خیلی خوشحال شدم. آشتی کردی نره؟ تا بابام اینجا عروسی رم میگیریم. ایشالله تو هم اینجایی. عروسی کی هست؟ هنوز تاریخ دقیقش معلوم نیست. واقعا چرا مشخص نکردین؟ دیگه بهتر معلوم شه. آره خونم تا چند روز دیگه تموم میشه، عالی میشه. هفته بعد بگیریم، تولد عمو کریم هم هست. شش مراد اوه نکنه بی خبر از من برنامه داری؟ بله.
ای بابا مراد، اینجا چه خبره؟ ای بابا، واسه همه چی هم که جشن میگیریم. سورپرایزت نگرده واسه دفعه بعد. خب عروسی رو کی بگیریم؟ نمیدونم، برای من فرقی نمیکنه. پس اول مین چطوره؟ اینجور که بوش میاد خیلی زود میخواد از دست شما خلاص شه. چی میگی؟ نمیدونم. لباس عروست حاضر میشه؟ احتمالا. خیلی خب دیگه، تاریخ عروسیتونم که مشخص شد. یعنی اول می عروسی داریم؟ آره عروسی؟ اخ جون عروسی. از الان تبریک میگم. خیلی ممنون. ایشالله عروسی خودت. یواش یواش یواش. آفرین، خیلی خوب میرونی. خونه رو که تموم کنی میریم گواهینامه‌ت هم بگیری، یا اینکه بعد عروسی. جلوتو نگاه کن، به نظر من هفته اول می خوبه، مثلا پنجم یا ششم. نظرت چیه؟ یواش یواش یواش. چی شو؟ از عروسی میگی هول میشم، نتونستم گازو کنترل کنم، زیاد گاز دادم. بس که حرف عروسی میاد هول میشی. آره خیلی خوب، باشه خجالت نکش. نکن. یه چیزی بگم، منم هیجان زده میشم. برو. خیلی خوب، برای امروز دیگه کافیه، بریم خرید کنیم. باشه، حالا که درس تموم شد سوالمو جواب بده. هفته اول می چطوره؟ مثلا اولین شنبه خوبه؟ آره خیلی خوبه، منم باغچه رو خوشگل میکنم. خوبه؟ کاش بارون نیاد، هوا سرد نباشه، مهمونا سردشو میشه. قبلش وضع هوا رو چک میکنیم، اگه هوا سرد یا بارونی باشه توی خونه رو آماده میکنیم. خیلی خوب. باشه. فاطمه گو، یه سوال دیگه هم دارم. بپرس. شاید به نظرت مسخره بیاد، از اول عقل بکنی. میدونی که اون موقع شرایط فرق میکرد. میخوام بله گفتن واقعی تو بشنوم. قبوله. یکی میبینه نکن. بفرمایین، خوش اومدین. بفرمایین اینجا. کوفته هاتون حاضره. ممنون. نوش جون. بورک و دوغ. و شما؟ منم بورک و دوغ میخورم. باشه همین الان. قادر داری چی کار میکنی؟ تو بشین. کاری نمیکنم عزیزم، دارم سفارش ها رو میگیرم. دست صندلی رم کشیدی؟ دیدم دیگه. نه با دست سالم کشیدم. خواهش میکنم تو بشین، سرپا که میبینمت ناراحت میشه. مهمت واسه این میز دوتا بورک و دوتا دوغ بیار. چشم. قادر میشه لطفا بشینی؟ باشه عزیزم، الان عمر میاد اون وقت میشینم، اما تا اون بیاد منم یه کمکی بکنم دیگه. مهمت اینا مال میز سه. میز سه. روغن زیتون چی شد؟ ای بابا یکم صبر کنن دیگه، دارم دیوونه میشم. چرا سرش داد میزنی؟ ما قد از اون چه گناهی داری؟ گناه من چیه؟ روز تعطیل هوا به این خوبی همه میرم میگردم، من باید اینجا مثل خر وایسم کار کنم. فقط تو کار میکنی؟ ما قد از فقط تو؟ فاطمه گلی نگاه کن چجوری داره از همه کار میکشه، خودش رفته عشق و حال. بیچاره آقا قادیرم با اون دستش داره کار میکنه.
واقعا چه؟ غر نزن مقدس، غر نزن. بده این بشقابا رو ببر. مگه وقتی اینجا رو انداخت دلش به ما خوش بود؟ مگه مجبورم کار اونو انجام بدم؟ خسته نباشید مقدس خانم. چی رو خسته نباشی؟ بازم برای فاطمه‌گل نامه اومده، میذارمشون اونجا. بذار اونجا. آرتیستام اینقدر طرفدار ندارن. ماشاءالله چقدر معروف شده. مقدس نون میخوان؟ نون تو اون سبد کلی نون هست، بردار. ها اونا چیه؟ همش بروشور و مقاله. من چه میدونم کجا بذارم این همه نامه رو. چی شد؟ هیچی هیچی، تو برو. ای داد بچه بیدار شد، مثل جن داره نگاه میکنه. یکم ببرمش بیرون، الان بر میگردم. باشه مهمت، صورت حساب میزهشت. برای فاطمه گلم نامه اومده. آره دیدم. من دست نزدم، گذاشتم اونجا. خیلی خوب. یه دور بزنم الان برمیگردم. باشه. چی شد؟ هیچی، یکم بیتابی میکنه، میبرمش بیرون. قادر من به تو چی بگم؟ با همین یه دست زورم به اندازه 10 تا شیره. عمل جراحی عوضت کرده، مثل بچه ها شدی. مگه بده؟ کاش ما هم مثل بچه ها بودیم. ای بابا، آدمو به حرف میگیری. خیلی خب برو. فاطمه گل عزیزم، یه روز دیگم گذشت، یه روز دیگم از زندانم کم شد. ساعتا، روزا، ماها، سالا رو میشمرم تا تموم بشه. منتظر امیدی هستم که تو بهم بدی. هر روز برات نامه می نویسم، هر روز صبورانه منتظر جوابت میمونم تا بتونم این روزا رو تحمل کنم. امید تو قدرتم رو بیشتر میکنه. وقتی که تا دم مرگ رفتم خیال تو بود که به من زندگی داد، به من زندگی دوباره بخشیدی فاطمه گل. وقتی چشام سیاهی می رفت خیالت مثل روشنایی بود برام. لباس عروس سفید داشتی، اون شالی که ازم گرفته بودی رو دور گردنت بسته بودی. گفتی که دوستم داری، منتظرم می مونی. داشتم می رفتم، برگشتم. به خاطر تو برگشتم، به خاطر اینکه پشت تو خالی گذاشتم. خودم رو لعنت می کنم و منتظرم تا منو ببخشی. یه امید کوچیک به من زندگی میده. اگه هنوزم یه ذره دوستم داری، اگه هنوزم احساست به من زنده است، یه اشاره کافیه فاطمه گل. اگه منتظرم بمونی کاری میکنم منو ببخشی. قول میدم همه زخممون بهتر میشن و خوشبخت میشیم. خیلی دوستت دارم، باور کن. ای مادر چه عشقی. فاطمه گل، ای فاطمه گل، حیف که به جواب میمونم.
بفرما نوش جون. هر روز برای کی می نویسی؟ درد تو فقط رو کاغذ نریز، به ما هم بگو، حرف بزن، راحت میشی. اگه حرف نزنی خودت هم فراموش میکنی، اگه بریزی تو خودت مریض میشی، خدا نکرده هیچی هم که نمیخوری، ذره ذره داری آب میشی. ببین پسرم، زندگی بیرون دیگه مونده بیرون، تو اینجایی، باز یاد بگیری اینجا زندگی کنی. اگه خودت اینجا باشی و فکرت اونجا باشه، بدون مریض میشی، دیوونه میشی. ای خیالش بابا زده سیم آخر. به هر حال اجباری در کار نیست، اگه خواستی به جمعمون اضافه شی ما هستیم، جای دیگه هم نمیریم. ولش کن، کاری باش نداشته باش. داداش مثل دیوونه ها نگاه میکنه، میترسم شب یه دفعه خفم کنه. نه بابا اونطورام نیست. اینجوری نگو، فقط واسه کاغذ خواستن دهنشو باز میکنه، فقط هم به اون دیوار نگاه میکنه. به خدا جاش اینجا نیست، تیمارستانه. الیف خوابید؟ خوابید؟ نمیتونستم از مغازه بیام بیرون، بس که همه چی خوشگل بود. از نگاه کردنشون سیر نمیشم به خدا. وقتی از صفر شروع میکنی همه چی لازمه. آره آره. این پادری حمامه. وای خیلی قشنگه. واقعا؟ خیلی. اینم حوله. خیلی خوشگله. خب اینم، اینم جا صابونی و جا مسواکی. همه لوازم حمامو خریدی. خونه نیست ولی لوازمش تکمیله. تا عروسی کریم تمومش میکنه مگه نه کریم؟ آره معلومه، تا آخر آوریل خونه رو تموم میکنیم، بعدش هم فقط به کارهای عروسی میرسیم. خب حالا تاریخ عروسی کی هست؟ پنجم یا ششم؟ چرا میپرسی راهمی؟ حتما برنامه ای داری ها؟ همینجوری پرسیدم، همینجوری. یکی از اون دو روز فردا پس فردا قطعیش میکنیم. تو اون چی هست؟ آه تو اون هول هست. خیلی قشنگه عزیزم، عالیه. ایشالله که به سلامتی و خوشی ازشون استفاده کنیم. ایشالله. خیلی قشنگم به خدا. راستی یه سوال، چرا همه این آبی و سفیده؟ چون فاطمه گل عاشق رنگ آبیه. کاشیارم آبی انتخاب کردی. همه جای خونه آبی و سفیده. واسه پرده آشپزخونه پارچم خریدی. خب نخندینا، اینا هم دستماله. چرا بخندیم، اونم لازمه. کلی چیز دیگه هم مون، فردا بازم بریم باشه؟ فردا میخوام برم گلخونه واسه خریدن نهال، تو باغچه کار دارم، ولی یه سر میزنم. بس دیگه، شورشو در آوردی. شما میری خوشگذرونی، ما تو مغازه جونمون در میاد. خبر دارین؟ قضا به پس سرویس ببر، به مشتری برس، جونی واسه آدم نمیمونه. اینجوری نگو مقد، از اینجوری نگو فاطمه گل، ناراحت نکن. خب منم ناراحت میشم، با یه بچه کوچیک همش تو مغازم، این انصافه؟ مقدس خانم، ما فکر میکردیم چون خودت میخوای میای مغازه. آره عاشق اونجا ماخه، خیلی دلم میخواد بیام اونجا. همه زمستون رو با اون بچه تو خونه حبس شدیم، اون همه اتفاق افتاد، نتونستیم از خونه بریم بیرون. بعدش هم که گفتم از خونه برم بیرون، تو مغازه گیر افتادم. مگه من آدم نیستم؟ هیچ حقی ندارم؟ مقدس خانم گریه نکن. خب نمیخوای نیا، بمون تو خونه. مقدس، مقدس چی شده؟ هیچی هیچی، بذارین تو حال خودش باشه، از یه چیزی ناراحته. مقدس
عزیزم چی شد؟ یه هایی چرا اینجوری شدی؟ اون زن مسخره میکنه رامی، میگه بمون تو خونه. آخه کدوم خونه؟ مگه من خونه دارم؟ مگه من زندگی دارم رامی؟ همش فاطمه گل همه حواسشون به اونه، عمرمونو برای اون تلف کردیم. همه این ملت میگن فاطمه گل، همه دوستش دارن، کریم، مصطفی، همه دیگه، مریم جونش، آقا قدیر، از همه بیشترم تو به فکرشی. همه نگرانشن، همه رو کشونده سمت خودش. بسته دیگه، نزا دهنم باشه. خیلی خوب، تو برو یکم تو باغچه قدم بزن، من حواسم به الیف هست. برو. نمیخوام، راحتم بذار. پاشو دیگه مقدس، پاشو، داری منم ناراحت میکنی. بسته دیگه، داد میزنم ها. راحتم بذار، برو دیگه. باشه باشه باشه، من الان میرم، اما تو هم دیگه گریه نکنی دیگه. باشه، گریه نکن. چی شد؟ خوبه خوبه، چیزیش نیست، چیزیش نیست. مگه نمیشناسیش؟ بعضی وقتا اینجوری میشه دیگه، اینجوری. زندگی من حروم شد، زندگی اون تازه داره شروع میشه. کمد خیلی شلوغ میشه، اما باید جاشون بدم. ببین من چی میگم، تو زیر زمین یه جایی درست میکنیم، تا وقتی که برین وسایلتون رو بذارین اونجا. نه، کثیف میشن، خراب میشن. نه جانم، چرا کثیف بشن؟ میپوشونیمشون، اون وقت نمیتونم راحت نگاشون کنم. اینجوریه پس. سبزی میکاریم، خیلی خوب میشه ها. باشه. لوازم اتاق خوابم بخریم میشه اینقدر؟ نه کریمی، خیلیه، به خدا لازم نیست، خیلی خرج کردیم، تو دردسر میافتیم. نگران نباش، وام گرفتم. باشه، بالاخره باید اونم پرداخت کنیم دیگه، ذوق زده شدیم، زیادی خرید کردیم. فاطمه گل، داریم واسه ازدواجمون خونمون آماده میکنیم، این حقمونه، ناراحت نشو دیگه، بذار لذتشو ببریم. همش به تو فکر میکنم، وقتی به تو فکر میکنم زمان سریع‌تر میگذره. خیال روزایی که تو ایلدیر داشتیم به هم زندگی میده. خیلی دوستت دارم فاطمه گل، خواهش میکنم جواب بده.
بگیر مراد جون شیرتم بخور. اگه تموم کردین جمع کنم. من که تمومم. جمع کن جمع کن. باید عجله کنیم وگرنه به کارا نمیرسیم. امروز مغازه خیلی شلوغه. تا جایی که من میدونم جشن بهاری مدرسه ها تو ساحل برگزار میشه. حالا واسه اینکه مامانا تو زحمت نیافتن تو همچین جاهایی برگزار میشه. چه بهتر، اینجوری که واسه ما خوبه. اما من امروز نمیتونم بیام، تو خونه کلی کار دارم. خب نه یا من و فاطمه گل حل میکنیم. خیلی از کارا رو دیروز کردیم. اما هنوزم کار زیاده. ای خدا، ای خدا. چی شده داداش؟ روزنامه رو پیدا نمیکنم، روزنامه رو. قایمش کردم. چرا؟ خب پسم عکس اینا بود، گفتم اول صبحی اگه ببینیمشون عصبی میشیم از این حرفا. چه عکسی؟ راجب ماست؟ چیزه، مصطفی راجب تو با دادستان حرف زده. همونایی که آقا کادیرم گفت. چقدرم لاغر شده مصطفی، تفلک پوست سخون شده. حالا دیگه به خاطر شکایت منم تحت تعقیبم. حسابمونو خورد نکنیم. داشتم میخوندم. بچه ها مژده، فاکس اومده. نتیجه کامل بررسی شرکت مخابراتی رسیده، بخونش. خونه یاشارانا جایی تو شرق ایلدیره. معلوم شده سیگنال تلفن همراه سلیم یاشارانا اردوان یاشاران از سمت غرب ایلدیر دریافت شده. خدای شکر مریم جون. خدا رو شکر فاطمه گل. چی شده مگه؟ چی شده؟ ثابت شده حق با فاطمه گله. خدا رو شکر داداش. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی خوب دیگه چشمون روشن. دیگه کارشون تمومه. شرایط موجود در دادگاه بررسی و مورد قبول واقع شده و بر همین اساس حکم طلاق رسما صادر شده. آقا رشاد دیگه خیالت راحت. یعنی حله؟ همه چی تموم شد؟ آره، دیرو تو دادگاه چاتالجا بی سر و صدا حلش کردیم، تموم شد. مبارک فریحان خانم. دیگه هیچی بینمون نمونده. یه مشکل دیگه حل شد. خیالتون راحت. بعد از این دیگه به عنوان پریحان تلجی به زندگیتون ادامه بدید. واسه بچه ها بولتن قرمز در خدا همه تون رو لعنت کنه. همه تون رو لعنت کنه. آرومتر. چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ کارمون با تو تموم نشده پریحان خانم. اون شبی که پلیس اومد و چمدونو داده دستم و یادم نرفته، یادمم نمیره. حساب اون کارو ازت پس میگیرم. الو، صبح بخیر جناب معاون. بله بله، متشکرم. شما خوبین؟ بله حتما، یادم هست راس ساعت 4 اونجام. بله بله، متاسفانه لاله خانم امروز نمیتونن بیان. بله بله، خارج از شهرن. آگه با بولتن قرمز دنبالشونن، هر طور شده دستگیرشون میکنن. خیلی بد شد.
بالاخره مصطفی کار خودشو کرد. دیر شده، اون باید قبلا حرف میزد. خیلی دیره. تمیزش کن. مواظب باش نبری دستتو. هی پاشین تنبلا. صبح بخیر. واسه شماها صبح. خیلی خسته شدی؟ دارم میمیرم. تا صبح شراب سرویس دادم بس نبود، تمیز کردنش هم انداختن گردن من. هر چند دیگه داره تموم میشه، دارم میرم. هفته بعد یه کشتی میاد، اول با اون میرم یونان، یه چند روز میمونم، بعدم بر حسب اوضاع برمیگردم ترکیه. چه جوری برنامه ریزی کردی؟ با کی حرف زدی؟ نترس، شما رو تو خطر نمیندازم. تو بندر یه توریست بود، از اون خواهش کردم، گفتم اومدم دنبال عشقم، منو ول کرده و رفته، باید به خانوادم حرف بزنم، پول ندارم. اونم دلش سوخت و تلفنشو داد زنگ بزنم. ولی حتما تلفن اون کسی که بهش زنگ زدی کنترل میشه، پیدامون میکنه. زنه سوار کشتی میشد، حتی الانم راه افتاده. رمزی حرف زدم، خدا میدونه چند لحظه بعد تو کدوم بندره. یعنی این هفته آخرمونه؟ کافیه دیگه. اگه اینجوریه پس مثل خر کار نکنیم، خوش بگذرونیم. شما هر کاری میخواین بکنین، من فقط میخوام بخوابم. لااقل قبل از رفتنت کارهای ما رو ردیف کن. بعد از اینکه بریم ما چی کار میکنیم؟ کجا میریم؟ چجوری میریم؟ به من ربطی نداره. به خاطر شما به اندازه کافی خودم رو به خطر انداختم، بقیهش با خودتون. خیلی خوب بابا. اوف. خفه شو. نوبره. تو دانشگاه زیاد کار ندارم، اگه 5 دقیقه دیگه منتظر بمونی با هم دیگه میریم جلسه. اگه زیاد طول نمیکشه باشه. حتما بازم میگن هیئت مدیره جلسه رو کنسل کرده. بفرمایید. وقت بخیر اندر خانم. لاله گذار رو خطه، میخواد با شما صحبت کنه. لاله گذار؟ بله خانم. بس کنم؟ حتما لطفا. الو لاله خانم. بفرمایید. بس میکنم به اندر خانم. خیلی ممنونم. وقت بخیر. الو. بفرمایید. روز بخیر اندر خانم. روز بخیر. بهتر شما و خانم محترم نگیم، بالاخره هرچی باشه هم دانشگاهی بودیم. متوجه شده بودم که منو شناختی، بعدش هم پرسجو کردی. بله، تو آنکارا کلی دوست مشترک داشتیم که نخواستن دربارت خیلی زیاد حرف بزنن، واسه همین بیشتر کنجکاو شدم. خب حق داری. زیاد نمیشناسمت، در واقع اصلا نمیشناسمت، اما میدونم که اونی نیستی که نشون میدی. این که خواستی با وجود همه چیز با یاشارانا همکاری کنی نشون میده که یه چیزایی رو مخفی میکنی. حتما همینطوری که میگم. الان نمیخوام توضیح بدم، فقط یه چیزی ازت میخوام. لطفاً کارو رو خراب نکن. حالا این یعنی چی؟ اگه یکم صبور باشی میبینی که هر دومون توی جناحیم. لطفاً اندر، سعی کن منو ندید بگیری. اگه شرایط بر علیه من یا دخترم بشه حتما پیگیر میشم، برای اینکه میخوام بدونم جریان از چه قراره. منم از رشاد یاشاران متنفرم، فقط همینو بدونی کافیه. خیلی خوب، اگه اینجوریه باشه. لطفا دیگه هیچی نپرس، الان باید قطع کنم، به وقتش همه چیو بهت میگم، اما الان نه. به من اعتماد کن. خیلی خوب، خداحافظ. بفرمایید آقا رشاد. سلام، خوبی؟ متشکرم. صبح با جناب معاون صحبت کردم، گفتم نمیتونین بیاین جلسه. زیاد خوشش نیومد. خب یعنی اگه بتونین بیاین. غیر ممکنه. میفهمم. خب میدونین منم دنبال کارای شما آقا رشاد، ببینمتون بهتون میگم. بعضی وقتا ناراحتتون میکنم. آره نه اینا طبیعیه. خب
به این مسائل حرفه‌ای نگاه میکنم. این روزا اصلا حوصله ندارم. رسماً از پریهان جدا شدم. ایشالا برای هر دوتون خیره. ممنون. میگم اگه ممکنه میشه خواهش کنم امشب شامو بریم بیرون، منم تنها نباشم. گفتم که امکانش نیست، الان خارج از شهرم. خب دارم با قطری منطقه رو بازدید میکنم. میفهمم، بمونه یه وقت دیگه. باشه، یه وقت دیگه. خیلی خوب، موفق باشین. به امید دیدار. خداحافظ. اعتماد کنیم ماما؟ اگه اینم بازی رشاد یاشاران باشه چی؟ نمیدونم. سرویس خوابو که آوردن خودت چک کن که بعدن درد سر نشه. باشه؟ باشه، تو نگران نباش. با اون دستت هیچی بر نمیداری یا کادیر؟ نه جانم، منم نمیذارم. امروز آقا عمر میاد؟ نه امروز نمیاد، رفته دادگاه هاجر، از مصطفی جدا میشه، شاید شب بیاد. بابا زود باش، همه رفتن. دارم میام. تو منتظر بابات نباش، برو پایین پسرم، برو دیگه. فکرم میمونه پیش شما، اما تو غذاخوری کلی کار داری، نمیتونم بیام. باشه، نگران نباش، میذارمشون تو اتاق. البته زن داداشم خونه است، میتونید با هم دیگه جا به جاشون کنید. مقدس، من دارم میرم، به خدا سپردمت، به خدا. برو، خدافظ. خدافظ دخترم. خودتو خسته نکن. نگران نباش. به سلامت. بابا با حرف زده کریم؟ نه امروز حرف نزدم. بیا نگاه کن، یه گزارش نوشته. چی میگه؟ با دوستم ملاقات کرده، قراره با هم برن زندان آیدین و بابا یه همون دختره رو که یاشارانا رو فراری داده ملاقات کنن. مرده که نمیخواست ببینتشون. نامه بابا تو که گرفته قبول کرده که با وکیلمون حرف بزن. خدا رو شکر، امروز همش خبرای خوب میرسه. آره والله، به لطف این مرده میتونیم دخترشو پیدا کنیم، اون وقت میتونیم اونا رو هم پیدا کنیم. ایشالله. ببینیم آقا فخرالدین چه کار میکنه. آره ببینیم.
من مزاحمت نمیشم آقا کادیر، به کارت برس. ممنون کریم جان، ممنون. با فاطمه گل حرف زدیم وسایلو کجا بذاری؟ تو اتاقش. خیلی خوب، پس میذاریم زیر تشکا تا اتاق شلوغ نشه، اینجوری بهتره. خود فاطمه گل حلش میکنه. خیلی خوب بابا، تو بذار اونجا، فاطمه گل میاد مرتب میکنه. به هر حال باید بریم ببینیم زیر تشکاش خالیه یا نه، مگه نه؟ نمیدونم. تشک تخت تو هم هست، زیر اونم میتونیم بذاریم که جا نگیره. یه نگاه بنداز زیر تشکا رو، تا وقتی وسایلو آوردن معطل نشیم دیگه. شما زحمتشو بکش، بهتر من به هم نزنم. باشه، من نگاه میکنم. ممنون. خواهش میکنم. خب چی شد، میرید؟ دادگاه کی هست؟ شاکی هاجر نالچلی الان مباشر داره صدامون میکنه. باشه برو، خداحافظ. نام و نام خانوادگی؟ هاجر اوواجیک. اسم مادرتون؟ دونه. اسم پدر؟ محمود. محل تولد؟ گومشخانه. با مراجعه به اینجا درخواست ازدواجتون رو اعلام کردیم. طرفین تصمیم گرفتن به طور توافقی جدا بشن. توافق نامه رو هم زمینه پرونده کردیم. بر اساس قرارداد طلاق هیچ یک از طرفین ادعای مالی ندارن. همچنین طبق همین قرارداد تقاضای صدور حکم طلاق رو داریم جناب قاضی. شما هاجر اوواجیک با میل و رضایت کامل خود میخواین طلاق بگیرین؟ بله. اظهارات طرفین و درخواست طلاق بررسی شد. حکم طلاق شاکی هاجر نالچلی و خانده مصطفی نالچلی صادر میشه. تموم شد؟ بله. هم ازدواجم دو دقیقه طول کشید، هم طلاقم. بیا. چیز زیادی هم اینجا نیست، باید اینا رو در بیاریم. این چیه این؟ میبینی پاچه لباس عروسشه، چرا گذاشته اینجا آخه؟ یه قیچی زد گذاشتش کنار. ای بابا، اما گفت تا روز عروسی آماده میشه، تو نگران نباش. ای وای، برم ببینم دختر کوچولوم چشه. باشه، تو اینجا رو سرسامون بده. فاطمه گل عزیزم، یه روز دیگه گذشت، یه روز دیگه بهت نزدیکتر شدم.
تو که واقعا زن اون نشدی، چون منو دوست داری. حتی اگه یک کلمه هم ننویسی ناامید نمیشم. بعضی شبا به خوابم میای و برام ترانه میخونی، همون ترانه یه همیشگی رو. شما میخواید؟ بفرمایید. مراد پسرم، همه دارن بازی میکنن، تو هم برو بازی کن. بازی کن به من چه؟ چه چه ده؟ با لودوس بازی نکنم. حسودید میشه؟ اما خیلی بده، آزشته، خیلی بده. نوشه جون، سیلی هم خراب شده، بازم برام میکشی؟ باشه عزیزم، بیا اینجا. خیلی خوب، بیا اینجا. خیلی قشنگ شد. مامان چجوری شدش؟ کریم بیا تو، بیا ببین اینجا چه خبره. خیلی شلوغه، بیا تو یه چیزی بدم بخوری. خوش اومدی آقا کریم. ببین پسرم، اونا همشون تا شب میرن میرن، اون وقت لودوس فقط مال تو میشه، مال تو. آه اومدی کریم، به موقع رسیدی. به دادمون برس. مسائل اومد؟ میذاشتی تو اتاق، خودم مرتبشو میکردم. همین کارو کردم. همین الان بشقابتو میارم. به خونه سر نزدی نه؟ امروز کلی نامه اومده اما نتونستم نگاه کنم. از مصطفی نامه ای نیومده. چرا میپرسی؟ اومده یا نیومده؟ نمیفهمم چرا یه هایی پرسیدی؟ میپرسم دیگه، ازش نامه گرفتی یا نه؟ یه دونه اومد اما به خدا نخوندمش کریم، انداختمش دور. گفتم ناراحت میشی بهت نگفتم. کریم باید نشسته، کمک کن ظرفا رو جمع کن. کار دارم. چی شده؟ یهویی پرسید از مصطفی نامه اومده. منم همونایی گفتم که به تو گفته بودم، گفتم یکی اومد و نخوندمش، انداختمش دور. اما نفهمیدم چرا دلخور شده رفت. صبح که تو روزنامه خون زد به سرش، هرسش گرفت. اون تو زندونه، اون وقت این هنوز دست بردار نیست. توالت کجاست؟ اونجاست عزیزم. Thank you.
الان باید کمش نیم ساعت دراز بکشم تا به خودم بیام. وای خیلی خسته شدم. عجب روزی بود. مردیم. صدای بچه ها هنوز تو گوشمه. خوش اومدین. ایوا این چه وضعیه؟ انگار از دعوا اومدی. خیلی خسته شدی. بده من میندازمش. نه نمیخواد. بده دیگه من میندازم. چقدر زغزغ میکنه. سرم داره میترکه. تو چی کار کردی؟ خیلی سر و صدا بود. سرم ترکید. آی الی مامان بمیره واسه. بیا. کریم هنوز نیومده؟ نه حتما تو خونتونه. عشقتون انقدر بالا گرفته که حتما باید تا می تمومش کنه. زنگ بزنم بهش بگم دیگه بیاد. بله فاطمه. کریم هنوز تو خونه ای؟ نیست. کجایی پس؟ با امرام از صبح داریم حرف میزنیم. همش با هم دیگه بودیم. از این بر اون بر میگیم. مشروب میخوری؟ خوبه نوشه جون. امروز بعد از ظهر نرفتی خونه؟ نرفتم. باشه به امره سلام برسون. میرسونم. کجا بود؟ با امره بیرونم. اخ نکن دیگه بابا جو. حق داره با دوستاش بره بیرون. امروز که اومد غذاخوری یکم گرفته بود. نگران شدم. چرا؟ نمیتونم. اعصابش به هم میریزه. به هر حال مسئولیت رو دوششه. نگاه نکن الان همش با همین از هم دور نمیشید. شاید با خودش میگه چی کار داری میکنیم و از این حرفا. مزخرفه. چه مزخرفی؟ این چیزا قبل ازدواج پیش میاد. آدم یهو هنگ میکنه. اینجوریه دیگه. اما تو فکرشو نکن بیخیال. اون مست میکنه آروم میشه. وقتی اومد تو هم هیچی بهش نگی و اعصابشو بیشتر به هم نریز. بیا لباستو عوض کنم. این کارا چیه کریم؟ داری خودتو اذیت میکنی. در حق خودتو فاطمه گل بی‌انصافی میکنی. اگه مصطفی رو دوست داشت که پیش تو نبود. وقتی مصطفی دزدیدش بر نمیگشت. تو دادگاه علیهش حرف نمیزد. نامه‌اشو نگه داشته. این دلیل نمیشه که هنوز بخوادش. چرا نگه میداره؟ چرا به من دروغ میگه؟ خبراشو پیگیری میکنه. اون نامرد تو دادگاه برامون فیلم بازی کرد. از فاطمه گل معذرت خواست. ولی باز دلشو به دست آورد. کریم اینجوری نمیشه. باید با فاطمه گل حرف بزنی. فاطمه گل به من دروغ گفت امره. گفت فقط یه نامه اومده که اونم نخونده و انداخته دور. ولی حالا که فهمیده شک کردم همشو نیست و نابود میکنه. میدونم. به نظر من تو هیچی نمیدونی. تا با فاطمه گل حرف نزنی هیچی نمیفهم. یارو بهش گفته منتظرش میمونه. واسه 15-20 سال دیگه نقشه کشیده. اگه واسه فاطمه گل مهم نیست چرا نامه هاشو نگه داشته امره؟ چرا؟ مگه تو نامه ها ننوشته که فاطمه گل جواب نمیده؟ اگه براش مهم بود که لااقل براش دو خط مینوشت. فاطمه گل زنته. اینجوری فکر نکن. به زودی هم عروسیتونه. درست وقتی که همه چی داره حل میشه با این چرت و پرتا خرابش نکن. فهمیدی؟ حیفه. میبخشی داداش.
اینا در برابر چیزایی که دیدی و تجربه کردی چرت و پرت تناره میدونم. خجالت میکشم پیش تو از این چیزا میگم. اولی چی کار کنم؟ به کی بگم؟ اینا واقعیت، واقعیت زندگی من. میدونم فاطمه گل هنوز داره تلاش میکنه گذشته رو فراموش کنه، میخواد خودشو قانع کنه که دوست هم داره، ولی نمیشه. هر چقدر تلاش کنه نمیشه. مصطفی همیشه تو زندگیشه، جاش تو ذهنش جداست، نمیتونه ازش خلاص شه. نمیدونم چی کار کنم اینجا. خیلی به هم ریختم.